تصور کنید در دنیایی زندگی می کنید که نه تنها سه بعد طول، عرض و ارتفاع داریم، بلکه یک بعد دیگه هم وجود داره. ابعادی که در اون زمان دستخوش تغییر میشه. جایی که گذشته، حال و آینده در یک لحظه در هم تنیده میشن. در این لحظه شما نه تنها میتونید یک مسیر رو ببینید، بلکه مسیرهایی که هنوز اتفاق نیفتادن و هم جلوی چشمتون هستن. آیا واقعا علم میتونه چنین چیزی رو توضیح بده؟ یا صرفا یه فانتزی تخیلیه؟ بیایید از پایه شروع کنیم. ما در دنیای سه بعدی زندگی میکنیم. دنیایی که در اون میتونیم طول، عرض و ارتفاع رو به خوبی درک کنیم. حالا فیلم ها و بازی های ویدئویی سعی دارن بعد چهارم رو وارد این فضا کنن. این بعد چهارم دقیقاً چیه؟ توی اکثر آثار علمی تخیلی بعد چهارم به عنوان زمان معرفی میشه. مثلا در فیلم های محبوب مثل اینسپشن یا بازی های ویدئویی مثل بریک، زمان یه عنصر کلیدی در داستانه و شخصیت‌ها میتونن به نوعی با اون بازی کنن. صحنه‌ای که شخصیت‌ها در اون به جلو و عقب در زمان سفر می‌کنن یا حتی آینده‌ای که هنوز نیومده رو تغییر میدن، نمونه‌هایی از چگونگی نمایش بعد چهارم در این رسانه هاست. اما این سوال همچنان باقیه. چقدر از این تخیل به واقعیت نزدیکه؟ اگه نگاهی به علم فیزیک مدرن بندازیم، مفهومی به نام نسبیت خاص و نسبیت عام توسط آلبرت اینشتین مطرح شد. توی این نظریه ها بعد چهارم به عنوان زمان وارد معادلات میشه و ما رو به ایده فضا زمان میرسونه. در این فضا زمان، زمان میتونه به شکلی نسبی جریان داشته باشه. مثلا در نزدیکی سرعت نور یا یک سیاهچاله، زمان میتونه کندتر یا حتی سریعتر بگذره. شاید به همین دلیله که فیلم‌ها و بازی‌ها سعی می‌کنند با این مفهوم بازی کنند. مثلا در فیلم اینترستلار، مفهوم نسبیت زمانی به شکلی کاملاً علمی توضیح داده میشه. صحنه‌ای که شخصیت‌ها در نزدیکی یک سیاه‌چاله قرار دارند و نسبت به بقیه زمان برای آنها بسیار آهسته‌تر می‌گذره. نمونه ای از تلاش فیلمساز برای نزدیک کردن تخیل به علمه. در دنیای بازی های ویدئویی، برید یکی از بهترین مثال هاست. این بازی به بازیکنان اجازه میده که زمان رو کنترل کنن. در لحظاتی از بازی، اگه تصمیمی اشتباه بگیرید، میتونید زمان رو به عقب برگردونید و دوباره تلاش کنید. این ایده شاید از نظر علمی غیر ممکن به نظر برسه، اما مفهومی مشابه در علم وجود داره. نظریه چند جهانی ها. در این نظریه هر تصمیمی که میگیریم میتونه دنیایی جدید با واقعیتی متفاوت ایجاد کنه. پس شاید بازی برید در تلاشه تا یک نسخه فانتزی از این ایده رو نشون بده. اما این تنها بازی نیست. بازی پورتال هم بعد چهارم رو به شکلی فضایی به نمایش میذاره. توی این بازی شما میتونید با استفاده از دو پورتال در لحظه از یک مکان به مکان دیگه‌ای در فضا منتقل بشید. اگرچه این مکانیک بیشتر با بعد سوم سر و کار داره، اما این ایده به شکل ضمنی با مفهوم‌های علمی مثل کرمچاله‌ها مرتبطه. در تئوری‌های علمی، کرمچاله‌ها میتونن دو نقطه از فضا زمان رو به هم متصل کنن و به نوعی سفر در زمان یا فضا زمان رو امکان پذیر کنن. یکی از مشهورترین فیلم هایی که با مفهوم بعد چهارم بازی میکنه ماتریکسه. در این فیلم واقعیتی که شخصیت ها در اون زندگی میکنن تنها یه شبیه سازیه. مفهوم واقعیت مجازی و شبیه سازی به نوعی با بعد چهارم مرتبط میشه. چون که در این دنیا قوانین زمان و فضا میتونن دستکاری بشن. در اینجا بعد چهارم شاید همون سطحی از واقعیت باشه که هنوز به اون دسترسی نداریم یا درک نمیکنیم. فیلم دکتر استرنج از دنیای سینمایی مارول هم به شکلی دیگه به این موضوع نزدیک میشه. توی این فیلم شخصیت ها میتونن با استفاده از قدرت های جادویی فضا و زمان رو خم کنن. صحنه هایی که شهرها و ساختمان ها به شکل سه بعدی و چهار بعدی تغییر میکنن به نوعی تجسم هنری از پیچیدگی فضا زمانه. یکی دیگه از مثال های جالب فیلم ارایواله. در این فیلم مفهوم زمان به گونه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیره. بیگانگان موجود در فیلم زمان رو به شکلی دایره‌ای درک می‌کنن. به این معنی که برای اونها گذشته، حال و آینده به شکل خطی نیست. این ایده به نظریه‌های جدیدی در فیزیک مرتبطه
که ممکنه زمان لزوماً یه جریان خطی نباشه. حالا برگردیم به سوال اولمون. چقدر علم پشت این تخیلاته؟ آیا بعد چهارم در فیلم‌ها و بازی‌ها صرفاً یه فانتزی جذابه یا واقعاً یه پایه علمی داره؟ واقعیت اینه که هر چند فیزیک مدرن به ایده‌های پیچیده‌ای مثل فضا زمان اشاره می‌کنه، اما بیشتر چیزهایی که در فیلم‌ها و بازی‌ها می‌بینیم تخیلاتی هستن که از این ایده‌ها الهام گرفتن. در حقیقت زمان به شکلی که در داستان‌ها می‌بینیم هنوز در دنیای علمی ما به طور کامل قابل تغییر نیست. اما یعنی به این معنیه که روزی نتونیم به بعد چهارم دست پیدا کنیم؟ شاید هنوز زوده که بگیم. در آخر شاید اونچه که ما به عنوان تخیلات می‌بینیم اولین قدم‌های ما به سوی درک بهتر جهان باشه. جهان‌هایی که فراتر از تصورات ما هستند.